جناب مرزا صاحب، چیزی که روسا میگن، روسا هدف روسا ایست که امریکا جنگ در اینجا ادامه میتن. امریکا نمیخواین که صلح به افغانستان، صادق نیستن در گفتگوی صلح، و به این خاطر یا در این بازی که در اینجا صداقت وجود نداره شرکت نمیکنن. چیزی که جناب پتمن صاحب گفتن امریکایی ها شکست خوردن، این تیوری درست است که امریکایی ها شکست خوردن، و اگه شکست خوردن شکست خود قبول هم کردن یا نه؟ در این شکی نیست، وقتی که یک نیروی یک ابرقدرتی میاد در یک منطقه و اهداف را در اونجا پیش خود در نظر داره که باید در مدت کوتاه به اهداف برسه و نمیرسه، معنایش همی است که اگر نگوییم که شکست خورده، لااقل میتونیم بگوییم پیروز نشده، اما قدر خود میتونیم بگوییم. اما یک نیوز دیگه پیروز نشده در امور رسیدن به اهدافی که اینا داشتن. کدام اهداف؟ همین مهم است. بله. جناب مرزا صاحب، بله، اگر قبول کنیم که در از بین بردن تروریسم پیروز نشده، در آوردن صلح و ثبات به افغانستان پیروز نشده، پس خود به خود قبول میکنیم که امریکا صادق بوده در اینجا، میخواست که تروریسم از بین ببره و میخواست که صلح و ثبات به افغانستان بیاره، لیکن شکست خورد نتانست. لیکن تحلیل خویست که امریکا میخواست که جنگ دوباره بیفته، پس اگه ایره میخواست خود کامیاب است دیگه. ببینید، اگر هدف از ادامه جنگ در افغانستان رسیدن به اهدافی بود که به طرف آسیای میانه داشتن و به طرف که روسیه را محاصره کنن، مقصد ما سری است. جنگ افغانستان به خاطر جنگ در افغانستان، برای افغانستان نیست، برای آسیای میانه و برای چین و برای روسیه است. بله. ببینید، یک حرف چند روز پیش از آقای مدودوف صدر اعظم روسیه گفت که واقعا بسیار قابل تأمل و دقت است. او گفت که جنگ سرد دوباره آغاز شده. مسئله جنگ سرد یک موضوع عادی نیست. وقتی که او میگه جنگ سرد آغاز شده، معنایش این است که روسیه دیگه حالا ادعا داره که من در برابر امریکا یک ابرقدرت هستم. گورباچوف هم زمانی رو گفت. بله. بنابراین جنگ سرد وقتی که آغاز شده، میدان این جنگ سرد کجاست؟ میدان جنگ سرد برای روسا دو منطقه است. شما ببینید در همین سال، در آغاز سال 2016 استراتژی امنیت ملی روسیه نشر شد. در استراتژی امنیت ملی روسیه را وقتی که با سال 2015 مقایسه کنین، در سال 2015 بیشتر چالش هایی که روسا او را مشخص ساخته بودند در داخل کشورشان، چالش های داخلی بود، مسائل اقتصادی و موضوعات از این قبیل، مواد مخدر و اینا. اما در سال 2016 چالش‌ها را بیشتر چالش‌های خارجی تشکیل می‌دهد در سیاست، در استراتژی امنیت ملی روسیه. چی از این چالش‌ها؟ اول موضوع گسترش ناتو به طرف شرق. این از جمله چالش‌هایی است که او را برای خود مشخص ساختند. یعنی در استراتژی امنیت ملی روسیه مبارزه با ایالات باید در صدر اولویت‌ها باشه. دومین چالش که هست موضوع ناامنی‌ها در مرزهای آسیای میانه که او بیشتر ارتباط میگیره با مسئله افغانستان. البته مسائل دیگه هم هست در کشورهای عربی و اینا، اما این دو تا که با ما ارتباط میگیره، اگر ببینیم پس در این میدان جنگ سرد افغانستان یکی از این میدانهای مهم این جنگ است. بله. از یک طرف آمریکایی‌ها کوشش میکنن که این جنگ به طرف مرزهای آسیای میانه بکشانن، و از طرف دیگه روس‌ها کوشش میکنن که در افغانستان جلوی این کار بگیرن، برای توقف این کار باید چی کنن؟ امروز رقابت بر سر این است که کی باید بیای با طالبان نزدیک شود و از این مسئله پاکستان چطور بهره میبره. وقتی که روسا اعلان کردن که ما با طالبان یک سلسله اشتراکات داریم، مشترکاتی در رابطه با مبارزه علیه داعش، شما دیدید که فورا وزیر خارجه عربستان سعودی آمد به پاکستان و بعد از او وزیر دفاع عربستان سعودی آمد به پاکستان. اینجا دیگه یعنی به این معنی بود که طالبان خریدارای دیگه در این منطقه پیدا کردن، و کاری که در اینجا شد این بود که پاکستانی ها باید حالا انتخاب بکنن که چی باید شود در افغانستان در مورد طالبان. طالبان خریدار دیگه پیدا کردن، ولی پاکستان و امریکا هم متای دیگه پیدا کردن و اسلحه وسیلی دیگه پیدا کردن به نام داعش. من میخواستم این مسائل رو بگویم. اصلا وقتی که اینطور شد، اینا خود داعش آوردن، اما همونطوری که پیشتر تشریح کردن جناب شاهین، داعش در اولین اقدامی که کرد در حقیقت همون کاری که در سوریه کرده بود با
جبهه النصره در افغانستان او را با طالبان کرد. در اونجا سر جبهه النصره حمله کرده بود، در اینجا آمدن همون تجربه سوریه را در افغانستان آوردن که طالبان. اما در اینجا مشکل چی بود؟ مشکل این بود که قبلا این میدان در اختیار طالبان بود. در سوریه این مشکل حالت طوری بود که جبهه النصره مثل طالبان در اینجا که در اینجا هستن، اونها یک مدت طولانی در اون منطقه نبودن. در نتیجه چی شد؟ وقتی که اینا آمدن و درگیر شدن با طالبان، نتونستن با سرعت پیشروی بکنن و یک جغرافیایی را به خود اختصاص بدن که در نتیجه اینا با مشکل گرفتار شدن. حالا می‌بینید که چه قسم تغییر کرده شرایط. شرایط طوری تغییر کرده که پاکستان در تلاش است تحت شعار ضد پاکستانی، شعارهای ضد پاکستانی را ما می‌شنویم، حالا می‌خواد داعش با گروه‌هایی که از طالبان ناراض هستن یا خود اینا طوری کارهایی می‌کنن که افرادی را پیدا می‌کنن و رو به نام ناراض میارن در کنار داعش قرار میدن تا داعش بدل بسازن، او چهره داعش به شکل دیگه تغییر بدن. همین جنگایی را که ما و شما در گومل شاهدش هستیم که ایره اگر ببینیم که چطور ناگهان یک کسی هست به نام مثلا مولا رسول، بعد از او یک کس دیگه پیدا میشه. حالا اینا میخواین چندین گروه جور کنن، از گروه 1000 نفری که 1000 نفر هنر، بله آقای مولوی عبیدالله هنر، بله یعنی بازی، ببینن ابزار بازی میتونه که فرق پیدا کنه، اشخاص و گروه ها میتونه که موقعیتشون تبدیل شوه، طالب به اصطلاح شما خریدار نو پیدا کنه و امریکا و پاکستان گروه ها و گروه های نو پیدا کنه. لیکن جنگ ادامه داره بر افغانستان، چیزی که بر ما مهم است و در رقابت جنگ ادامه داره و کوشش امریکا است که این جنگ با آسیای مرکزی با سرحدات چین و روسیه برسانه. انوز وقتش است که بگیم که امریکا در این شکست خورده؟ بله ببینین، حالا وقتی که ما میخواییم که این رو تشریح میکنیم به ادامه صحبت هایی که من کردم، روسا باید چی کنن؟ روسا مجبور هستند که برای اینکه جنگ با آسیای میانه نبیه در داخل خود افغانستان مشکل ایجاد کنند برای امریکایی‌ها. باید امریکایی‌ها به مو حالتی گرفتار شوند مثل که روسا در اینجا به مو حالت گرفتار شده بودند. شما در سال آینده هوا که گرم میشه شاهد تحولات زیادی خواهد بودید. حالتهایی خواهد آمد که بیشترین جنگ در شمال افغانستان خواهد بود. چرا شمال؟ به خاطر که مرزهای آسیای میانه باید مسئول باشه و در اینجا بدون شک شاهد جنگ های خواهد بودیم که طالبا مناطق بیشتری را در اون مناطق در سمت شمال افغانستان خواهند گرفت. اینا رفتن طالبا به طرف شمال و تسخیر مناطق بیشتر این روسیه را مطمئن میسازه از خطر که بدون شک مسئله رفتن اینا به طرف شمال. چرا اینا به طرف شمال رفتن؟ به خاطر این که طالبا حال کاملا با قوتای که از ازبکستان و چچن و آسیای مرکزی آمدن و تا حال با طالبان یک جای بودن، حال رای خود مطلقا جدا کردن. بله همین آقای عبیدالله، صحبتایی که آقای عبیدالله هنر داشت اگر توجه کنین، او میگه که ما با انتقام خون عمو مردم قیام کردیم، انتقام خون همین ازبکایی که کشته شدن، یعنی همون داعشیایی که در اونجا کشته شدن که به توسط طالبان کشته شدن، ما انتقام خون اونها رو میگیریم. یعنی چی؟ یعنی این که باید برنامه برای خارج از مرزهای افغانستان بود و ملا منصور دادالله این برنامه را در داخل افغانستان را بوده، خلاف شریعت است، خلاف اسلام است، اسلام مرز نداره. و اونا دو مسئله را مطرح کردن، یکی این که اسلام مرز نداره، دومی که اختر محمد منصور وابسته به پاکستان است، در حالی که خود امی آدمی که امروز قیام کرده دو سه سال پیش خودی ای آدم در کراچی بود و یک یعنی تشکیلات بزرگی در کراچی داشت و آدمی که کجا اطمینان وجود داره که امیال مایسای در عقب فعالیت ها نباشه؟ بدون شک این کارای در مناطق سرحدی میشه، ما چطور انتظار داشته باشیم که سر به خود میشه؟ سلاح از کجا میشه؟ امکانات از کجا میشه؟ تمام اینا. اما به هر حال یک مسئله بسیار مهم در رابطه با روسیه در افغانستان است که روسا چطور شد در طول 14 سال چی راه را طی کردن؟ روسا چه ظرفیت هایی در افغانستان دارن؟ یکی از مشکلات بزرگ روسایی بود که طالبان در اینجا بودن و مشکلات اونا پیش بینی میکردن، چرا اینا با القاعده و گروه های ازبک هم پیمان بودن. بعد از سال 2001 روسا احساس راحتی کردن به خاطر که سقوط کرد طالبان، اما یک امید اینا داشتن. اینا دو ظرفیت داشتن در اینجا، یکی کمونیست های سابق و دوم جبهه شمال. فکر میکردن که این دو تا میتونن در آینده در افغانستان به نفع ما کار کنن و جلوی برنامه های
امریکا را در افغانستان بگیرن. اینا سر اینا حساب میکردن، چون قدرت طالب هم دارن، بله، چون قدرت بیشتر در دست امی مردم بود و اونا بودن. اما چی شد؟ در سال اینا انتظار کشیدن که باش چی وقت اینا قدرت اول در حقیقت جبهه متحد یا جبهه شمال میگیرن. در سال 2004 انتخابات شد در افغانستان. آقای قانونی در این انتخابات با وجود که تقلب شد هیچ سر و صدای خود بلند نکرد، خاموش باقی ماند. در اینجا روسا به این نتیجه رسیدن که اینا به فکر سیاست نیستن، اینا نمیخوان که نقش اول از سیاست افغانستان داشته باشن، اینا بیشتر به فکر پول پیدا کردن هستن، اینا سیاست نمیکنن. اینجا بود که اینا مایوس شدن از رفیقای سابق خود. کمونیستای سابق هم آل دیگر رقابت شروع کرده بودن که در جبهه شمال برای نزدیک شدن به امریکا. پس دیگه برای روسا چیزی در افغانستان باقی نمانده بود. حتی در بسیاری جایا در بسیاری موارد بالاخره آل، یعنی ایره باید امریکا بازی را از دست داده و امریکا آل نمیتونه که بی‌امنیتی را به شمال انتقال بده به آسیای مرکزی. جنگ افغانستان برای خود افغانستان، من پیشتر جناب پاتمن صاحب اشاره کردن، افغانی ساختن جنگ یکی از اهداف امریکا بود که در حقیقت جنگ همونطوری که در ویتنام جنگ ویتنامی ساختن، در افغانستان هم جنگ اینا افغانی ساختن. در جنگ افغانی تلفات بیشتر افغان ها میتن و البته مصارف را هم امریکایی ها متحمل میشن، اما میرن به هلمند تا در اونجا مواد مخدر کنترل کنن و از طریق مواد مخدر هلمند جنگ افغانستان یک بخش بزرگش را تحمیل کنن. چرا اینقدر فشار سر هلمند است؟ به خاطر مواد مخدر است که امریکایی ها از طریق مواد مخدر، شما در ببینید سابقه کارهای رکسیایی کرده در دنیا، یکیش قاچاق مواد مخدر است. دوست شاین صاحب، طالبان په دغه لوبه کې اوس پاکستان سره کلار هغه خوب مراکزی مسلم والته دی وسم دفاتر لري وسم زه پیژانم کسان چې پیښور کې کورونه دي د طالبانو چارواکي، لیکن پیښور کې کورونه دي هغه خبره، لیکن اوس بل ملاتړ پیدا کړ هغه روسیا ده. لیکن طالبان اوس په کوم حالت کې دي؟ طالبان آیا هغه پرونی طالبان دي؟ اوس نوې نوې ډلې جوړېږي غیر د داعش نه. داعش هم پیدا کېږي، لیکن داعش په خوا کې د دوی خپل منځ کې اختلافات رامنځته کېږي. په دې لوبه کې روسیا او نور طالبان نه څونه ګټه اخیستلی شي چې دغه جګړه په افغانستان کې ایساره کړي؟ ګورې، طالبانو تقریبا کومې دعوې چې کړې وې د خپل جګړې لپاره چې کوم دلایل لرل، او بیا د غینې وروسته چې د حکومت کومه غوښتنه و هغه ته د طالبانو مثبت ځواب ویل، چې کله حکومت د افغانستان حکومت ویل چې طالبان آدرس نه لري، طالبانو هغه ته آدرس ورکړو چې موږ دغه آدرس راځي خبرې وکړي. دغه ټول جریان ته چې وګوري، طالبان سړی ته ډیر افغاني فکر ولا ښکاریږي نسبت د اوسني نظام ته، ځکه زمان طالبان په فکر باندې هدف نه دی. طالبانو قوت او دغه وسنه وضعیت چې په ډلو تقسیم شوی دی، او دغه په خوا کې داعش هم رامنځته شوی دی، نو طالبان اوس د یو قوت په توګه چې یا د یو شي مخه ونیسي او یا دغه وکړي څونه دغه توانایي لري. زه فکر کوم چې طالبانو کې دغه کوم انشعابونه چې په طالبانو کې راغلي وو، دا ډېر سطحي انشعابونه وو. دغه د مولا محمد رسول په نامه باندې چې کومه ډله طالبان نه بیل شوی و، او د مولا داد الله ورور او ورسه منصور داد الله، دا دې هدف پورې وځپل شو چې اوس یې څوک غږ نه اوري. دا اوس چې کومه نوې ویډیو خپره شوې ده د مولا عبیدالله په نامه باندې، دا یعنی په ډېره محدوده جغرافیه کې ډېر محدود کسان دي. طالبان به پاکستان به طالبان ته لاس ورکړي؟ یعنی پرې وږدي چې طالبان د دوی د کنټرول نه وځي؟ طالبان او د پاکستان حکومت هغه وخت طالبان د لاس ورکړل چې کله د امریکا سره د مشرف په وخت کې په طالبان یا طالبانو په سر باندې معامله وکړ. طالبان تقریبا ښه درک لري د پاکستان د حکومت نه، د پاکستان د سیاست نه. همدا وجه وه چې طالبانو د خپل سیاسي نمایندګۍ لپاره سعودي عربستان نه، امارات نه، چې دا د پاکستان سره ډېر نږدې روابط لري، د غیری لپاره قطر انتخاب کو، چې هغه تقریبا د پاکستان د حکومت سره دومره قوي روابط نه لري لکه ریاض چې ورسره لري. دوه هی ورته انتخاب کا، نه ابو ظبي ورته انتخاب کا، او نه ریاض. دلته امریکا به ډیر زیات نفوذ لري.
امریکا زیات نفوذ لري خو د طالب مسلم دی امریکا سره د طالب خو پاول کې هم دا خبره کوله چې کچیرته د افغانستان په سر باندې دي خبره کوي نو دا خبره به مطلب هم دغه دی چې طالب کو په تاسو قوت باندې بدلیږي چې د امریکا د لوبي په وړاندې خن واقع کیږي نو امریکا چې تر اوسه پورې دغه جګړه د طالب په مټ باندې پر مخ وړله بیا امنیتي شمال تر اوسه خو د یا به طالب او یا به داعش په مټ باندې راسي که داعش تاسو تحلیل په اساس باندې لاوس هغه مرحله کې نه ده خو کې د شپات شي یا نشه به له خبره سماتو لیکن په دغه اوس مرحله کې طالب د لاس ورکول تاذر شي طالبان طالب کوشش مونږ چې طالب کنټرول کړی شي طالب په خپل مټ کې منګول کې وساتل شي امریکا خو تقریبا په ټوله دنیا کې دوه مخي سیاست چلوي حتی د افغان د طالبانو سره په جګړه کې طالبان سره په سولې راوستلو کې طالبان فعلا په دې هڅه کې دي چې هغه د افغانستان د جنگ لپاره څنګه چې څومره چې ممکن وي د پای ټکه کې ټکه کې د ځکه طالبان هم د ټول عمر او د ابد لپاره د جنگ لپاره هغه نه لري آمادګي نه لري ولې څه شي چې په حکومت باندې لازم دي او حکومت باید هغه کار ته وګور کې هغه دي چې افغان افغانستان پرې نګ دی چې دلته جنگ بین افغاني شي تر اوسه پورې کې طالب کوم استدلال و چې تر څو خارجي قوتونه په افغانستان کې وي پټمن صورت اشاره وکړه چې دی و سولې استفهام په نتیجه کې داخله کوتل شي دا دغنوزي باید افغانستان حکومت په غیبه باندې فشار واچوي دا چې د افغانستان حکومت دا په دې حتی چې په غیبه باندې چې پاری باندې فشار واچوي کچیرته رښتیا هم په دې اندازه کمزورې وي چې په افغانستان کې یو منتخب نظام یو بهرني قوت او نشوي چې ته د افغانستان د ملک نوزه نو دغه حکومت دی د شرم او د حیا د وجه نه د افغانستان ولست استفا ورکوي چې ورته موږ د وسنه وتلې خبره ده خو هغه اخلاقي کردار خو دا ده چې د افغانانو سره خو دغه ژمنه او هغه په کوم اصول باندې چې دغه نظام راغلی دی هغه خلکو چې رای ورکړي دغه حق خو دا ده چې کم از کم خبره دا ده چې د افغانستان حکومت باید د سولې پر اوسلو کې جدي قدمونه کیږي چې جدي قدمونه وانخلي په طالبان به انشاب نشي خو نور ډلې به داسې راپورته شي چې هغه د افغانستان د جغرافیانه تیار تنور جوړ کړي او افغانان کې وسوځي هم دا هغه څه چې امریکای غواړي په نو سره اشرف غنی وایي چې په دوه درې میاشتو کې سولې ونشي نو د افغانستان وجود او بقا دا په خطر کې ده دا خو ګوره د امریکایانو د سیاسي سقوط خبره کوي لیکن اشرف غنی د افغانستان د بقا خبره کوي سیاسي سقوط او بقا د ترمنځ خو ډیر زیات فرق دی او هغه د خوتسیا هغه د کابلانو خبره نه کوي د درې میاشتو کې د طالبان سل په سل کې سولې ته حاضر شي دا خو خبره نه ده چې د درې میاشتو کې ختم شي کنه که د درې میاشتو خبره ختم نه شي نو اشرف غنی وایي چې دا قصه دغه کیږي نو د دې خبرې معنا څه ده کله چې حکومت دغه سوې دغه حکومت نه بنو څنګه دا ویل شو چې دا لو ختمه ده او فیصله امریکا شکست خوړلې ده او باید سولې په تلل شي بل چاره ورته نشته د یو کلی خلکو ګډړې نه ولې ګډړې نه ولې او ټول خلک راټول شوي دي دا ګډړ وژنې وژنه د ګډر ورته ویل دي چې که زه مړ کړم قیامت جوړي داخل کې راشي چې رښتیا کې د ګډر وژنه خو بس قیامت جوړي راځي خوشی کی هغه ګډر چې خوشی کړی دا هغه ته مخ راولې وي ګوره د کلي خلکو چې زه وژلې په ما خو قیامت نو پتاسو وکړه دا چې نو ګوره د سقوط معنا که په سیاسي لحاظ که په نظامي لحاظ خو د حکومت لري کېدل د حکومت براس کې اشرف غني دي د یو قسم توجیه کوي امریکایان بل قسم توجیه کوي ولې هغه څه چې د افغانستان د خلکو لپاره ارزښت لري هغه د افغانستان د خلکو بقا ته ګوره موږ یو ځل موږ باید د حکومت او د نظام ترمنځ فرق بالکل منګه یو ځل د نظام لنګې د لیدلې دي دا موږ د پاره ډیر خطرناک دي زما عرض ده د افغانستان حکومت ته د امریکا متحده ایالاتو چې د اشراف لري د ناتو قوتونو دا چې اوس د انقلابونو وخت نه دی
من یو لاسته راوړنه لرو چې هغه د افغانستان اساسي قانون دی او په هغه کې انتخابات تسجیل شوي دي. راځي د انقلابونو نه تیر شو، د دې نه تیر شو چې ځان د مرګ تر سرحده ورسو او په قدرت کې دومره مقاومت وکړو. سړي سره باید د ان حکومتونه په هغه ځایونو کې چې قوانین په خوالي ته ورسیږي او ولسواکي کچې موږ د تمرین په حالت کې او عملي تمرین کولې شو نورم پوخ کو د حکومت په انتخاباتو راغله دا چې په تفاهم نامه و انتخاباتو کې جال شوې کنده دا بس بیل پرې دوه هم هدا عقل انتخابات د دې بایس شو د دوه ګروپونو سره د وجو حکومت جوړ کړي دغه ولس په دې حکومت حق لري چې بیرته ورته همدغه شی زمينه برابر کړي او 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 دا په دې خارجانو باندې حق لري ولی موږ دغه مراد سقوطونو مرحله ته لړ شو په تنظیم سره به خي موافق افغانانو ته همدغه څه پکار ده افغانستان ته همدغه څه پکار ده د افغانستان حکومت ته همدغه څه پکار ده لکه چې تاسو وایي لیکن خبره دا ده چې ګیدړ خود څه نه وایي کنه امریکا خو دلته د سقوط خبره کوي امریکا خو ګورین د ټوله خبره کې یو ځای سره وګوري ورته سند جلس د امریکا وزیر دفاع وزیر د سقوط خبره کوي د امریکا د ناتو عمومي قومندان د 2014 کې د جګړې د ډیرو دوه خبره کوي او ستر جمهور د افغانستان د وجود او د بقا د خطر خبره کوي د ټوله یوې خبره دی یو بد زیری خبره کوي د ټوله د نخکاری چې د دې پروګرام هم دغه څه ده چې افغانستان نه یو وزیرستان جوړ کړي زما مطلب دا ده چې امریکا خو لا شکست نه دی منله هغه غواړي لوبي ته ادامه ورکړي افغانستان نه یو وزیرستان جوړ کړي تر څو دلته جګړه یو دغه جګړه مرکزی سیاست لړ شي یعنی زمونږ د خواهش او زمونږ د ارزو خبره بیل ده د دې د سیاست خبره کوم چې دوی څه کوي وایي دوی دې څه کوي چې په خلاق سیاست وکړي او دغه جنگ چې په افغانستان کې دوی شروع شوه دی دغه وسنه جنگ خو چې شروع شوه دی دغه سیستم در اتاک په نتیجه کې چې بل اخر شروع شوه خب خوانو جګونو نور عوامل لرل وسنه جنگ هم دغه عوامل دي هغه څوک چې د سیستم نه وته دي اساسي لار ده چې او ته د سیستم ته در اتاک لار خلاص شي یو هو دا یو واده حل لار ده او دا په هغه صورت کې کیږي چې دا خو صداقت خو تر اوسه پورې زما معلومات د دې حداقل شي په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان حکومت صداقت نه دی کړی نو ځکه جانب مقابل په اعتماد نه دی کړی او 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 د سولې مذاکرات یا عداقل شروع شوی نه دی د بری خو اوس هم خبره ده چې دومره ګډوډي او دومره انارشي ته د افغانستان بول د افغانستان د خلکو سره جفا ده من د دې امکانات لرو او من د دې ابزار لرو چې افغانستان سولېز بهیر ته بوزو او افغانستان په سولېز بهیر کې شامل کو ځنې شایان په زوره داخله غټي او هغه نه داسې مسایل جوړي چې هغه په داسې شکل تر هکې چې دا لاین حل دي خو حقیقت کې حل غواړي نو ځکه دا حل نه غواړي دا مسایل حل لري ولی من افغانانو کې ترور او ویرا چو چې 2014 2015 کالم جنگو غواړی ځکه یعنی دغه 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 ایر چا چول کیږي خو غواړی چې دغه ایر موجود وي او پاخت کې دغه حالت موجود وي کنه زه تاسو ته دغه حالت ک خارجیان د فکر کې چې په دې اور کې یوازې افغانان سوځي نو د دې دا تصور غلط که حکومت د فکر کې چې د دوی نه د جنگ د تودېدو نه مطلب دا دی چې دوی به طالبانو سره جنگ کوي نو طالبان خو دا جنگ په کومه خلا کې نه کوي په جغرافیه کې کوي او په دې جغرافیه کې دلته یو مظلوم ملت اوسيږي دغه مظلوم ملت پر واسه لري خو چې نه لري لوی خدای جل جلاله خو د دې خاورې اصلي مالک دی او اساسي قدرت داغه سره دی د خدای تعالی د ټول هغه قوتونه چې کاغه اخواته دي او کدي خواته دي کده مسلمان په نام دي او کده کفر په نام دي او کده حکومت په نام دي چې د دې خلکو د ژوند غم ورسره نشته چې د خدای تعالی مخلوق چې د ژوند له تاغه ور کړی دي خدای دې دوی په هغه څه افات کړ کی چې لکه نن چې خبرونه نشته دي سبا به قبر دي مننه سلامت اوسې تاسو واخلاست لطف مثلا خدمتتون میگم که اگر واقعا ما به این باور هستیم که امریکا در افغانستان صلح نمیخواد پس هیچگاه از تاریخ انتخابات هم ما کسی را نمیتونیم پیدا کنیم که در این مملکت به قدرت برسه و خلاف خواست امریکا عمل کنه.
آقای کرزی در آخر خلاف خواست آمریکا عمل کرد و رفت و دیگه او بر نمیگرده. حتی آدمی مثل کرزی هم بر نمیگرده در اینجا. و از این به بعد اگر آمریکا هدفش جنگ باشه در افغانستان، توسط انتخابات هم اینمی افراد میاره، اینمی کسایی که امروز هستن و بر تبل جنگ میکوبن. مگر نمیفهمم که اگر ملت اراده کنه و ملت تصمیم خود بگیره آیا تغییر خواهد یافت این وضعیت یا نه؟ بس جداست. تشکر ډیر زیات اوس وخت نه پاتې نور بس ته تاسو نه مننه کوم ودان ګرانو لیدونکو تاسو نه مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وای راتلونکي بس پورې په خدای سپارو الله مو ملشه.